سرخط خبرها. کشته شدن دو فرمانده ازبک تبار طالبان در فاریاب. صلاح الدین ربانی میگوید حوادث بدخشان ادامه خصومت های درون گروهی طالبان است. حیدربار گفته است احتمال دارد طالبان آموزش دختران پایین تر از سنف ششم را نیز منع کند. سراج الدین حقانی میگوید جنگ راه حل نیست و مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم. انستیتوت صلح آمریکا گفته است که گروه داعش در افغانستان تهدید اصلی تروریسم در منطقه است. بازداشت و شکنجه 4 دختر و پسر جوان توسط طالبان در شهرستان دایکندی. و خودکشی 1 دختر جوان در بادغیس. با چند خبر تازه و مهم از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. کشته شدن دو فرمانده ازبک تبار طالبان در فاریاب. منابع محلی در فاریاب خبر دادند که دو فرمانده ازبک تبار طالبان در دو رویداد جداگانه در این ولایت به قتل رسیدند. منابع در صحبت با رسانه ها میگویند که در رویداد نخست روز پنجشنبه یک تن از فرماندهان طالبان که آرسلان نام داشت به گونه مرموز در این ولایت به قتل رسید. با گفته یه منابع جسد فرمانده آرسلان از یک باغ در روستایی 40 گزی که بالسپالی قیصار پیدا شده است. در همین حال یک فرمانده بومی دیگر طالبان امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در بالسپالی دولت آباد فاریاب کشته شدند. وی هنگام رفتن به سوی خانهش با ضرب گلوله به قتل رسیده است. صلاح الدین ربانی میگوید حوادث بدخشان ادامه خصومت‌های درون گروهی طالبان است و ادامه واکنش‌ها به انفجارهای پی هم طی 3 روز اخیر در بدخشان. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان آن را نتیجه تنش‌های درون گروهی طالبان برای حفظ قدرت می‌داند. آقای ربانی ساعات پس از انفجار در مراسم فاتحه خوانی مولوی نثار احمد معاون والی طالبان در بدخشان گفته است که گروه هایی که سالها با شعارهای مردم فریبانه، خشونت آفرینی و ترویج افرادگرایی کردند شایسته حفاظت از امنیت جان و مال مردم نیستند. وی امروز نوشته است که حوادث اخیر در ولایت بدخشان که هدفمندانه به داعش نسبت داده می شود ادامه خصومت های درون گروهی طالبان برای حفظ قدرت است. حیدربار گفته است احتمال دارد طالبان آموزش دختران پایین تر از صنف ششم را نیز منع کنند. مسئول بخش زنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید که محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و تحصیل از سوی طالبان همچنان به شدت ادامه دارد. حیدربار مسئول بخش زنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در توییتر نوشته است که تفاوت اصلی میان طالبان فعلی و دهه 90 تنها در این است که طالبان کنونی اجازه رفتن دختران پایین‌تر از صنف ششم به مکتب را دادند. خانم بار افزود که ممکن است گروه طالبان رفتن دختران تا صنف ششم را نیز منع کنند. سراج الدین حقانی میگوید جنگ راه حل نیست و مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که به شمال کشور سفر کرده در نشستی در ولایت بلخ گفته است که جنگ راه حل نیست و مشکلات باید از طریق گفتگو حل شود. آقای حقانی در این نشست که با حضور باشندگان و مقامات طالبان در بلخ برگزار شده بود از چهره های سیاسی کشور خواسته است که دوباره به افغانستان برگردند. در این نشست به خبرنگاران اجازه حضور دادن نشده، اما شماری از اشتراک کنندگان به رسانه ها گفتند که آقای حقانی از تامین امنیت جانی چهره های سیاسی، جهادی و مخالفان گروه طالبان در صورت برگشت به افغانستان اطمینان داده است. و گفته یه اشتراک کنندگان این نشست هدف از برگزاری این نشست جمع‌آوری مشکلات، خواسته ها و نگرانی های باشندگان و دیگر موارد در ولایت بلخ بوده است.
انستیتوت صلح آمریکا گفته است که گروه داعش در افغانستان تهدید اصلی تروریسم در منطقه است. انستیتوت صلح آمریکا میگوید شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان تهدید اصلی تروریسم در منطقه به شمار می رود. این انستیتوت روز گذشته با نشر گزارش زیر نام تهدید فزاینده دولت اسلامی در افغانستان و جنوب آسیا گفته است از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 تهدید ناشی از تروریسم در منطقه رشد کرده است. در گزارش آمده است که فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان یک تهدید فزاینده بالقوه و هشدار دهنده برای غرب و شرکای جنوب آسیای آن است. در ادامه آمده است که حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در جنوب آسیا به افغانستان و پاکستان محدود نمی شود، بلکه شامل قلمروهای از جمله هند، بنگلادش، میانمار، مالدیو و سریلانکا نیز می شود. بازداشت و شکنجه 4 دختر و پسر جوان توسط طالبان در شهرستان دایکندی. منابع محلی در ولایت دایکندی ادعا می کنند که نیروهای طالبان 4 پسر و دختر جوان را در ولسوالی شهرستان این ولایت بازداشت و شکنجه کردند. بر اساس گزارش این منابع، این جوانان 2 روز قبل از نزدیکی رود هلمند توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. یکی از این منابع به روزنامه اطلاعات روز گفته است که 4 پسر جوان همراه با چند دختر از اعضای فامیلشان برای تفریح در کنار رود هلمن که از ولسوالی شهرستان می‌گذرد رفته بودند که توسط طالبان تعقیب و بازداشت شدند. این منبع گفته است که طالبان پسران را مورد لتوکوب و ضرب و شتم قرار دادند و حتی موی سر آنان را تراشیدند. خودکشی یک دختر جوان در ولایت بادغیس. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند که یک دختر جوان در این ولایت خودش را حلق آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. منابع بر رسانه ها میگویند که این دختر 17 سال سن داشته و ظهر امروز در روستای قبچاق ولسوالی آبکمری خودش را حلق آویز کرده است. طبق گفته های باشندگان محل، این دختر جوان خود را به وسیله تناب در خانهش حلق‌آویز کرده است. صدیق الله صدیقی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در بادغیس نیز خودکشی این دختر جوان را تایید کرده و دلیل آن را مشکلات خانوادگی و ازدواج اجباری عنوان می کند.